آخه چرا بعضی از مردم از حفظ قرآن در حراسن، میترسن، هی فکر میکنن که پسش بر نمیان. در صورتی که این قرآن رو خدا فرستاده هم حفظش کنیم هم به زندگیمون به کار بریم. دلیل این سنگین بودنش، این حفظ کردنش که برای ما اومده و ما میگیم پسش بر نمیان چیه واقعا؟ مؤسسه پیروان وحی الهی تقدیم می کند. سلام، ممنون میشم این کلیپ رو ذخیره کنید، لایک کنید و ارسال کنید برای دوستان قرآنیتون تا فرهنگ قرآنی ترویج پیدا بکنه. ممنونم. خب سوال شد، سوال که چرا ما از راه قرآن میترسیم. خیلی ها میگن که بابا ما و حافظ قرآن شدن این خیلی زیاده، خیلی بالاست، اما این حربه و این فکر برای ما نیست. تو روایت اهل بیت داریم که شیطان از دو موضوع خوب استفاده میکنه: یک، مواجهه شدن انسان برای کارهای خوب و ثواب که انقدر اون کار رو بزرگ نشون میده که ما بگیم ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و چه کاری بزرگتر از قرآن. دو، کارهای بد رو انقدر کوچیک میکنه تو ذهن ما که به راحتی انجامش میدیم. پس اگر این فکر رو تو ذهن شما میاد که من نمیتونم حافظ قرآن بشم، باید ببینید که شما باید با شیطان بجنگید. شما با درونی که به شما داره میگه و وسوسه میکنه که این قرآن بزرگ شما نمیتونید باش رو بروشید، اتفاقا شما باید مقابله کنید و توی راه قرآن قدم بردارید. موفق و پیروز باشید.